اجازه بدهید با این مورخ گرامی استاد علوم سیاسی و تاریخ آقای دکتر عباس میلانی پیرامون پیش از انقلاب و پس از انقلاب گفتگو کنیم. پیش از هر چیز میخواستم این پرسش را با شما در میان بگذارم که یعنی همه کسانی که منو میشناسن تماس میگیرن که چه شد کتاب دکتر میلانی شاه ترجمهش به فارسی؟ کتاب تموم شده، حروف چینیش هم عملا تموم شده، فقط مرحله تصحیح نهایی نهاییش مونده. طرح روجیات کتابش تموم شده، چاپخونش معین شده و امیدوارم تا 2-3 هفته آینده این امکان سفارش کتاب آماده بشه و بعد به طور مستقیم از طرف همون ناشر به دست دوستان خواهد رسید و در مراحل بعدی هم یک ترتیبی باید فراهم بشه که در ایران هم بتونن کتاب رو بخونن، چون آقایون من کردن که کتاب در ایران چاپ بشه. من مصر هستم که امکانی فراهم بشه که در ایران هم هر کی مایله کتاب رو بخونه از طریق فضای مجازی. بله، و هم از طریق فضای مجازی بالمعال، بله بدون شک، و هم از طریق اینکه کتاب رو به طوری پخش بکنیم قابل ورود به ایران هم باشه، از خود کتاب هم باشه. به هر حال اگر دور و بر ایران در جاهایی که ملت میرن کتاب باشه و به قیمتی باشه که برایشون قابل دسترسی باشه، اگر خواننده‌ای باشه راهی پیدا میشه که برگرده. و بعدم از طریق مجازی چند بخشش رو من تا به حال ترجمه‌اش رو در سایت دانشگاهی خودم حداقل 2 بخشش رو گذاشتم، میتونن دوستان اونجا تشریف ببرن وبسایت دانشگاه خودم نگاه بکنن. یک کمی از روایت انگلیسیش مفصل‌تر شده، حدود 700 صفحه شده. به هر حال امیدوارم بعد از تأخیر فراوان که باعث شرمندگی بنده شده به دست علاقمندان برسه و بتونم بخونم و قضاوت کنم. آقای دکتر میلانی، دلیل افزایش صفحات چه بوده در متن فارسی؟ یک دلیلش این است که متن انگلیسی چون تعداد خطوطش زیادتر از متن متعارف فارسی است، ناشر انگلیسی سعی کرد کتاب بیشتر از 500 صفحه نشه، یه مقداری تعداد خطوط زیادتره، یه مقداری هم حداقل حدود 80-100 صفحه هم اضافه کردم، مطالبی که تازه به دستم رسیده بود، مطالبی که ناشر انگلیسی فکر میکرد جزئیات مضاعف خواننده آمریکایی بهش علاقه نداره، همه اونها رو من دوباره به متن وارد کردم. به علاوه اون اضافاتی که عرض کردم، اسنادی رو شد مثلا در فاصله چاپ کتاب تا پخش روایت فارسیش، که همه اونها رو سعی کردم در حد بضاعتم پیدا کنم و به متن اضافه کنم. آقای دکتر میلانی، به این ترتیب باید گفت که تمام این کتاب، تمام این اثر مستند به اسناد و عقاید خود شما در آن راه پیدا نکرده. میشه چنین چیزی گفت؟ حتما میشه گفت، ولی اینکه تلاش منم دقیقا همین بوده. ولی اینکه تا چه حدی موفق شدم اون دیگه قضاوتی است که خوانندگان بررسی بکنن. من تمام تلاشم این بود و تلاش ویژه‌ای هم نیست، کار هر محققی، کار هر معلم دانشگاهی است وقتی که کتابی می‌نویسن، مگه اینکه اعلام بکنن این کتاب خاطرات، این کتاب نظراته، ولی اگر به عنوان کتاب تحقیقاتی ادعا میکنه به بازار در میان، وظیفه هر نویسنده است، وظیفه هر محققی است که نظرات شخصی خودش رو دم در تخلیه بکنه و حتی الامکان بگذاره که اسناد صحبت بکنن، واقعیت ها صحبت بکنن. و طبعا اگر واقعیت ها رو بخواید بگذارید صحبت بکنن، اونهایی که از منظر باورهای مطلق به تاریخ نگاه میکنن راضی نخواهند بود، ولی خب اون هم بخشی از واقعیت که خوانندگانی که منظر ایدئولوژیک دارن یک نوع کتاب رو نمیپسندن. ولی تجربه هویدا حداقل به من نشون داد که اکثریت عظیم مردم کتابخون فارسی زبان دنبال روایاتی هستن که روایت فردی نیست، روایت افواهی نیست، روایت این که من شنیدم فلان کس فلان چیز گفته نیست، بلکه بر اساس اسناد. تو اونجا که خودم میدونم مثلا در مورد کنفرانس گوادلوپ که این همه در موردش صحبت شده،
من کمتر دیدم که کسی رفته باشه و سعی کرده باشه ببینه واقعا در اونجا چه گذشت، اسنادی که تا به حال چاپ شده چیه. من بید 1000 صفحه از آرشیو آمریکا اسناد مربوط به کنفرانس گوادلوپ رو از لحظه ای که فکر تشکیلش شد تا اونچه که در اونجا گذشت و منعکس در اسناد استفاده بکنم و بگم در گوادلوپ چه گذشت. آقای دکتر، حالا که خودتون این مسئله رو مطرح کردید، بفرمایید که در گوادلوپ چه گذشت، چکیده مطلب رو بفرمایید. آیا در اونجا در مورد خلع شاه از سلطنت سخن گفته شده؟ در اونجا در مورد ضرورت خروج شاه از ایران بدون شک سخن گفته شده، ولی دولت آمریکا و دولت انگلیس و دولت فرانسه، این سه کشوری که من ساعتی اسنادشون خاطراتشون اینها رو دیدم، اونها از حداقل 3 ماه قبل از گوادلوپ، یعنی از اکتبر 78 تصمیم گرفته بودن که دیگه شاه نمیتونه ادامه بده. نه به خاطر اینکه اونها الزاما میخواستن بیرونش کنن، ولی به این نتیجه رسیده بودن که شاه از لحاظ روانی دیگه رغبتی به موندن و جنگیدن نداره. ما تقریبا به دقت روز میتونیم بگیم که انگلیس کی تصمیم گرفت. انگلیس در پایان اکتبر نامش هست، نامه وزیر نخست وزیر به وزیر امور خارجه که میگه MI6 به ما گفته که شاه دیگه نمیتونه بمونه، ما باید در فکر یافتن یک آلترناتیو باشیم. آقای دکتر، ترسشون از گسترش کمونیسم در ایران بوده یا دلایل دیگه ای داشتن؟ وقتی که دنبال بدیل میگردن، دقیقاً ترسشون از کمونیسم، ترسشون از تجزیه ایران بوده، ترسشون از این بوده که هرج و مرج در ایران ایجاد خواهد شد و اگر هرج و مرج بشه کمونیست ها حتما برنده خواهند شد. و وقتی که به گوادلوپ میرن، دوباره این گمان رایج است که در گوادلوپ رو آمریکایی‌ها تشکیل دادن، گوادلوپ رو فرانسوی‌ها در آغاز تشکیل دادن، یعنی تصمیم دعوت اولیش رو ژیسکار دستان میفرسته. اصلا خود گوادلوپ مال فرانسوی هاست نه؟ دقیقا، آخرین استعمار، یکی از آخرین استعمارهای فرانسه بود و تصمیم میگیره که بیان و یک کنفرانسی متشکل از سران 4 کشور و کنفرانسی که خصوصی باشه و طبق دعوتنامه هر رئیس دولت حق داشت فقط یک مشاور با خودش ببره. و جالبه که مشاوری که کارتر برد برژنسکی بود که توی بزرگان سیاست آمریکا در اون وقت شاید بیش از هر کس طرفدار شاه بود. برژنسکی بود که میگفت شاه بایستی بمونه، با مشت پولادین حکومت کنه، با مشت پولادین. کارتر برژنسکی رو برد به گوادلوپ. روسا هم داشتن مسئله گوادلوپ رو خیلی به دقت رصد میکردن. روسا فکر میکردن اصلا گوادلوپ مسئله اصلیش حفظ شاهه. شما تو گزارش‌های رسمی دولت شوروی نگاه میکنید، اونا فکر میکردن اینا دارن جمع میشن اونجا که یه راهی پیدا کنن که شاه رو حفظ بکنن، نه که شاه رو بندازن. پس در واقع گوادلوپ برای هماهنگ کردن تصمیمی بود که حداقل از 2 ماه قبل آمریکا و انگلیس و فرانسه حداقل گرفته بودن و اون این بود که شاه نمیتونه دیگه بمونه. آقای دکتر، اوج انتقاد از شاه در این کنفرانس چگونه شکل گرفت؟ آیا این درسته که ژیسکار دستان مطرح کرده خروج شاه از ایران رو و برکناری شاه رو؟ ببینید، دیدارهای اینها دو نوع اونجا دیدار کردن. یه سری دیدارهایی که بر اساس از اونها گزارش‌های اجمالی تشکیل شده و یه سری دیدارهایی هم کردن که ما از اونچه که در اون دیدارها گذشته تو این اسناد نشانی نمی‌بینیم. دیدارها کاملا خصوصی بوده. ولی بعد میان اینا در هم در خاطراتشون و هم در یک جلسه مطبوعاتی که در پایان تشکیل میدن مسائلی مطرح میکنن.
اون چی که در اونجا میگن با اون چی که در کنفرانس مطبوعاتی میگن با اون چی که ظاهرن در اون جلسات خصوصی گفتن تفاوت داره. توی کنفرانس مطبوعاتی عملا فقط کارتره که یک اشاره غیر مستقیم به ایران میکنه و میگه که در اینجا صحبت شد که در ممالکی که بحران زده است باید ما مشترکاً راه حل‌هایی پیدا کنیم که به خونریزی کمتر بیانجامه و مردم بتونن نظرات خودشون رو اعمال بکنن. ولی هم رئیس جمهور فرانسه هم صدر اعظم آلمان میگن که اولین کسی که آمد و مسئله ایران رو مطرح کرد و اینکه به نظر نمیرسه دیگه شام میتونه بمونه کارتر بود. ژیسکار دستان نبوده، چون برخی میگوین ژیسکار دستان یک عناد و کینه و لجاجتی نسبت به شاه داشته بعد از اینکه شاه 2 ساعت او رو پشت در سوئیس، در منزلگاهش در سوئیس معطل نگاه داشته. این افواهیه یا جزو اسناده؟ من چنین چیزی ندیدم. اینکه از شاه دلخور بوده باشه بعد واقعا اطلاعی در این زمینه ندارم، ولی میدونم که ژیسکار دستان کنت مارانش رو به ایران فرستاد در همون حول و حوش اکتبر و دسامبر که یه ارزیابی از وضعیت شاه بکنه و رئیس سازمان امنیتشون بوده. رئیس سازمان امنیتشون بوده و به نظر میاد که کسی بوده که با شاه رابطه خیلی خوبی داشته، مدت‌ها شاه رو از تو خاطراتش نوشته. بله دقیقاً. او وقتی که میره و با شاه ملاقات میکنه برمیگرده و به ژیسکار دستان میگه که وضع روحی شاه مناسب نیست، روحیش رو باخته، میگه که منو در یک اتاق نیمه تاریک پذیرفت، در اون اتاق عینک دودی زده بود، کمتر میتونست به چشم من نگاه بکنه و به فرانسه بهش میگه که این لویی 16 همه، یعنی کار ایران تمامه. که ژیسکار دستان هم به گفته مارانش میگه پس کار تمومه در ایران. آمریکایی ها کارتر یه نفر رو میفرسته و انگلیس ها هم MI6 رو مأمور میکنن که یک ارزیابی انجام بده. ارزیابی که اینا میکنن قبل از اینکه بیان به گوادلوپ این بود که آمریکایی‌ها، البته جورج بال رو هم مسئول میکنه کارتر، و فکر میکنم اون چه که در مورد آمریکا قطعی کرد که فکر به این نتیجه است که باید دنبال یک بدیل بگردن گزارش ایشون بوده، گزارش جورج بال، که جورج بال هم اونجا میگه که ما بایستی فلفور شروع کنیم و با آیت الله خمینی تماس برقرار کنیم به عنوان یکی از این بدیل ها. در همین زمانه که آیت الله خمینی نامه‌ای به کارتر میفرسته و میگه که شما ارتش رو از بختیار جدا بکنید، حمایتش رو از بختیار متوقف بکنه، ما اون چیزایی که شما منافعتون هست تأمین میکنیم. این نامه وجود داره؟ بله، من این نامه رو، بخشی از این نامه رو در یک سند خیلی هنوز محرمانه، بسیار محرمانه ای که تقریبا نصفش خط کشی شده پیدا، بله، ولی خود نامه با اشاره به سندش هست و بعد از اون نامه اسناد دیگری رو شده که اینها در فرانسه، یعنی دفتر آقای خمینی در فرانسه و سفارت آمریکا در ایران مفصلا با آمریکایی ها در تماس بودن و تمام قول و قرارهایی که به آمریکایی ها میدادن شبیه به قول و قرارهایی که به مردم ایران میدادن فریبکارانه بوده. یعنی یک بار صحبت از حکومت ولایت فقیه نبوده. تمام مدت صحبت از این بود که ما جلوی کمونیست ها رو میگیریم، نفتم به بازار آزاد بفروشیم و در ایران هم یک دموکراسی شبیه دموکراسی جمهور 5 فرانسه ایجاد میکنیم. عجب.
این آقای حبیبی که همین چند روز پیش فوت کرد متن اول قانون اساسی رو اساساً بر اساس قانون اساسی فرانسه جمهور پنجم نوشتن و آقای خمینی هم تایید کرده بود این رو به عنوان قانون اساسی که در آینده در ایران اجرا میشه. درش یک کلام اشاره به ولایت فقیه نیست. یعنی اینها واقعا هم به آمریکایی‌ها و هم به ملت ایران دروغ گفتن.